سلام به مجموعه خبری ساعت 9 از 1 خوش آمدید. 9 هراس افغان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ننگرهار کشته شدند. این عملیات شب گذشته در مربوطات و ولسوالی سرخ رود این ولایت را اندازی شد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پلیس ننگرهار گفت 6 تن از کشته شدگان این عملیات باشندگان وزیرستان بودند. مشرقی وال افزود که در این عملیات به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. یک روز دیگر به اعلام نتیجه نهایی انتخابات باقی مانده، اما کمیسیون مستقل انتخابات همچنان منتظر فیصله کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است. مسئولان این کمیسیون میگویند تا زمانی که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتیجه بررسی‌هایش را نفرستد، درباره اعلام نتیجه نهایی نمیتوانند تصمیم گیرند. انتقاد از فیصله های غیابی کمیسیون شکایت های انتخاباتی این بار از سوی یک عضو این کمیسیون صورت گرفت. عزیز الله آریافر کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی فیصله های غیابی این کمیسیون را درباره شکایت ها خلاف قانون و طرز عمل داخلی نهاد می داند. از سوی هم شماری از قانونگذاران برای تامین شفافیت انتخابات بر فیصله های علنی تاکید می ورزند. در سال 1392 خورشیدی بیش از 1694 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان از میزان خشونت و بدتر شدن وضعیت کودکان سخت نگران است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از گروه های درگیر جنگ خواست کودکان را نباید قربانی برنامه های نظامی و سیاسیشان بسازند. کودکان افغانستان محرومترین، آسیب پذیرترین و درد دیده ترین قشر کشور. تازه ترین گزارش یونما از وضعیت کودکان در افغانستان خیلی ترسناک و نگران کننده است. بر بنیاد یافته های اداره یونما در افغانستان، در سال 2013 میلادی در سراسر افغانستان 5710 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. از این میان 2284 تن کشته شدند. 3426 تن دیگر زخمی شدند. آنچه که 2.9% افزایش را در مقایسه با سال 2012 میلادی نشان می دهد. اما در سال 2013 میلادی در کل در سراسر افغانستان 856 کودک کشته و زخمی شدند. از این میان 674 کودک از سوی طالبان کشته و زخمی شدند. 289 کودک دیگر را نیروهای امنیتی افغانستان و همکاران بین المللیشان کشته و زخمی کردند. این شمار 14.9% افزایش را در تلفات کودکان در مقایسه با پارسال نشان می‌دهد. این آمار درشت اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد را در افغانستان نگران ساخته است. کودکان در بسیاری موارد شستشوی مغزی می شوند و سپس از آنها برای انجام حمله های انتحاری استفاده می شوند. یافته های من نشان می دهد که در 2.5 سال گذشته قضیه های از این دست افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر با همکاری اداره یونما جزوه آموزشی را برای محافظت از کودکان به چاپ رسانیده، جزوه‌ای که در آن حقوق کودکان بر بنیاد آیات قرآنی، قوانین ملی و جهانی مطرح شده است. اینا باید قوانین شرعی و قوانین بین المللی جنگ باید مراعات بکنن و از مردم ملکی و خصوص اطفال در افغانستان حمایت صورت بگیره. نباید در مناطق ملکی و در مراکز ملکی مثلا شفاخانه و مکتب و جایا اینا نباید حمله بکنن و یا حتی از بمب‌های کنار جاده، بمب‌های ریموت کنترل که معلوم نیست تارگتش کی است، معلوم نیست مقصدش کی است، از اینا جلوگیری بکنن. افغانستان بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر جهانی از جمله خطرناک‌ترین مکان‌ها برای زندگی کودکان شمرده شده. کشوری که حتی بنیادی‌ترین امکانات زندگی را برای بیشتر کودکانش فراهم کردن نمی‌تواند. با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق برای کاهش درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهر فلوجه در ایالت انبار این کشور خواستار تلاش‌های جدی سازمان‌های جهانی و مسئولان دولتی شد. نیکولای مالادونوف روز گذشته با نشر خبرنامه با تاکید بر این که مردم عراق به اندازه کافی از اعمال خشونت آمیز و هراس افغانی رنج بردند، از مسئولان عراقی خواست تا برای بازگشت امنیت و صلح در نقاط مختلف این کشور با مقامهای سازمان ملل همکاری بیشتری داشته باشند. از همراهیتان سپاس، وقتتان خوش، خدا نگهدار.